با سلام، اجازه بدین که نگاهی با هم داشته باشیم به شرایط بازار خرید و فروش املاک مسکونی در کلان شهر تورنتو در سال 2023 و نظرمو بهتون بگم در مورد سال 2024 و چه اتفاقاتی پیش بینی میشه که بیفته. سال 2023 یکی از پایین ترین تعداد فروش های ما بود در شهر تورنتو، کل شهر تورنتو و شهر احماریش. ما به نزدیک به 66,000 فروش داشتیم که این توی 21 یا 22 سال گذشته بی سابقه بوده. علی‌رغم این افت شدید تعداد فروش که عمدتاً به خاطر افزایش به نظر من بی‌رویه نرخ بهره ها بوده، قیمت میانگین خونه ها فقط 5.4% افت داشت و مقایسه دسامبر 2023 با 2022 نشون میده که هم میانگین قیمتش بالاتر بوده از 2022، هم تعداد فروشش بالاتر بوده و هم تعداد لیستینگ ها که این امکانو به خریدارا میداد که بتونن گزینه های بیشتری داشته باشن. نموداری که اینجا داریم در واقع صعود و نزول قیمت ها رو ما در 4 سال گذشته نشون میده و به همون نشون میده که چقدر این میانگین قیمت ها تحت تاثیر بالا رفتن نرخ بهره ها و یا پایین رفتنشون بوده. سال 2020 و 2021 به خاطر اینکه قیمت ها رو نرخ بهره ها رو پایین نگه داشتن به صورت مصنوعی، قیمت ها شروع کرد به بالا رفتن و بعد از نوامبر از فوریه 2022 که دولت شروع کرد به صورت خیلی شدید نرخ بهره ها رو بالا ببره، قیمت ها سیر صعودی شدید داشتن تا جولای 2022 و بعد از اون دیگه مارکت خودش رو تقریبا حفظ کرد علی‌رغم افزایش نرخ بهره ها تا اوائل سال 2023 که دولت اومد گفتش که پیش بینی میشه که یه توقفی رو بالا بردن نرخ بهره ها داشته باشیم. باز قیمت ها شروع کرد به صورت خیلی ملایم تا می 2023 به بالا رفتن. باز دوباره دولت، یعنی بانک اف کانادا، اومد و نرخ بهره ها رو برد بالا و همونجوری که میبینین قیمت ها شروع کردن به نزول و تعداد فروش پایین افتاد. در واقع اعتماد به نفس خریدار ازش گرفته شد و مهمتر از همه قدرت خریدش. پیشبینی برای 2024 اینه که اولا که بانک مرکزی مجبوره که نرخ بهره ها رو بیاره پایین بتونه بانک بتونه اقتصاد رو به چرخونه و به محض اینکه نرخ بهره ها شروع بکنن به پایین اومدن یا حتی متوقف شدن برای مدت زیادی، خریدارایی که وایساده بودن که ببینن چی میشه تو مارکت آماده بودن برای خرید، کاملا از نظر مورگیج همون چیزا آماده بودن، ولی وایساده بودن متوقف شدن برای اینکه شاید قیمت ها بیاد پایین، اینا برمیگردن میان تو مارکت و یه تعدادی از خریدارایی که قدرت خریدشون به وسیله این پایین اومدن ملایم نرخ بهره ها میره بالا، اونا هم میان تو مارکت و تقاضا برای منازل مسکونی زیاد میشه و قیمت شروع میکنه بالا رفتن. ولی به خاطر اینکه ما نرخ بهره هامون به شدت الان بالا هستش و 0.25% یا 0.5% قیمت ها رو حتی 1% بیارم پایین، اونقدر قدرت خرید مردم رو بالا نمیبره، پیش بینی نمیشه که سیر صعودی قیمت ها خیلی شدید باشه. سیر صعودی ملایم و سالمی خواهد داشت. تعداد فروش هم پیش بینی میشه که از 66,000 تا برسه به 80,000 تا، نه مثلا 120,000 تایی که ما توی سال 2021 داشتیم. سوالی داشتین؟ در خدمتتون هستم.